قبول به دعوت کرد به کارش. چرا آقای درویش خیلی بس داشت تو کار؟ خیلی سخت گیره. خیلی بعد اصلا نگاه نصف کاره رها میکردن کار رو میومدن تو ایران برده خیلی ها آره. بعضی ها بابا از خودشونو میزدن زمین میگفتن کمردرد گرفتیم آی شماره 3 شماره 4 تکون خورد خدافظ. خیلی کار سختی بود. من خودم واقعا یه علی اول کار گفته بودم، بعد دستیارمون خدا خیرش بده گفت 3 ماه کاره. گفتم آقا عیب نداره 3 ماه کاره، دارم با احمدرضا درویش کار میکنم. کار طولانی شد، یعنی یادم نمیره. به نظرم اردوگاه کار اجباری شرایط راحت تری داشت تا اون کار. از 6 روب کم میرفتیم رو از مینشستیم تا غروب. یک قصه ای بود. خب انشالله یه زمانی همه بتونم. من فیلم دیدم البته، ولی انشالله همه بتونم ببینم به امید خدا. جزگام رو پوریا تو تا سوال با هم میپرسه، یعنی در هم میپرسم. تو به خودت، به هیکلت، به سلامتیت خیلی اهمیت میدی. خیلی خوبی بازیگر بجن، به همین دلیل آشپز خوبی هستی؟ شکمون که هستم من. نه آشپزی، من شنیدم خیلی آشپزی من خیلی خوبه. بی نزدیک آشپزی من خیلی خوبه چون شکمون هم. من یک موقع جوری ورزش میکردم، اسم میارم، محسن قرآن نویس، یکی از قهرمانهای نامبر وان ایران در تمام دنیام شناخته شده است. این میگفت اینجوری که تو تمرین میکنی اگر میتونستی رژیم بگیری تو هم میتونستی مقام بیاری. ولی من تمرین میکردم که بتونم بعد غذا بخورم و آشپزی هم خیلی دوست دارم. و به نظر من و بسیار هم معتقدم، من مدعیم تو آشپزی، ولی همون اندازه هم معتقدم اینم از اون دروغاییه که مردا درست کردن که آقا مردا آشپزیشون از زنا بهتره. من اصلا دست مادرها یک عطری به غذا میده، یک طعمی به غذا میده. مامان نمیشه نه میان مثلا مامان پز اصلا تعطیل مرد دست پخت مردا. امیر کاظمی رو میشناسی؟ بله، جوان. بله. این رفته برای ما، برای برنامه ما یه چیزی کار مستند داره. بله بله. کار میکنه که حالا قراری مقدارش رو پخش میکنیم. اول ازت بپرسم آیا غذای حضرتی خوردی تو مشهد؟ یه بار قسمتم شده. بله بله بله. 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 امیر کاظمی مستند بر ما تهیه کرده که فکر کنم امشب میره سراغ غذای حضرتی با هم میبینیم. بعد با هم صحبت چه عالی در خدمتتون.